زمان بنی اسرائیل یه عابدی بود به نام برسیسای عابد، یه پیرمرد 70 ساله با پیشونی پینه بسته که کل زندگیش شده بود عبادت کردن. مقامش به جایی رسیده بود که دیگه دیوونه ها رو می آوردن پیش برسیسای عابد، دستش رو می آورد بالا، یه دعا که می کرد این دیوونه حالش خوب می شد و می رفت. تو کل بنی اسرائیل و شهرهای اطراف برسیسا مشهور بود، عابدی که یه صومعه بیرون شهر داره، هر روز 50-60 تا مریض و دیوونه میارن پیشش، دم سحر موقع بین طلوعین پا میشه برسیسای عابد برای اینا دعا میکنه، یکی یکی اینا خوب میشن و میرن خونه هاشون. سلطان و امیر شهر هم یه دختر دیوونه داشت. برادرها اومدن پیش پدرشون گفتن الان خواهر ما سنش بالا رفته، دیگه وقت ازدواجشه، اما زن دیوونه کسی نمیخواد، کی میاد با دیوونه ازدواج بکنه؟ پادشاه گفت برین یه طبیب حاذق پیدا بکنین، خواهرتون رو ببرین پیشش درمانش کنه، هر چقدرم پولش شد من پرداخت میکنم. برادرها گفتن ما یه طبیبی میشناسیم که میتونه خواهر ما رو خوب کنه، هیچ پولی هم نمیگیره. پادشاه گفت این چه طبیبیه که برای همچین کاری پول نمیگیره؟ برادرها گفتن برسیسای عابده که میتونه با دعا خواهر ما رو شفا بده. شاه گفت راست میگید، حواسم نبود از اطراف و اکناف میان شهر ما پیش برسیسا، مریض دارن، دیوونه دارن، برسیسا براشون دعا میکنه خوب میشن، وردارید همین الان خواهرتون رو ببرید صومعه برسیسای عابد. برادرها اومدن دست خواهر دیوونه شون رو گرفتن، اومدن کنار صومعه برسیسای عابد، دیدن 60-70 نفر دیوونه و مریض رو خاکا نشستن منتظر دعان. اون کسایی هم که این مریضا رو برمیدارن میارن اینجا، در و دیوار و سنگای صومعه برسیسای عابد رو میبوسن. چرا؟ چون کسی که برای خدا کار کرد، خواسته خدا رو بر خواسته خودش مقدم کرد، خدا هم بزرگش میکنه، بهش عظمت میده. همونطور اگر کسی از هوای نفسش تبعیت کرد، خار و کوچیک میشه. برادرها اومدن صدا زدن آقای برسیسای عابد، ما بچه های امیر و پادشاه این کشوریم. برسیسا گفت خب هستین که هستین، من امیر و وزیر برام فرقی نداره، من یک قرون پول ازتون نخواستم، به کم خدا هم قانعم، چاپلوسی هیچ امیر و وزیری هم نمی کنم. بچه های پادشاهید که باشید، مریض شما با بقیه مریضا برای ما فرقی نمی کنه. گفتن خب ما خواهرمون رو چیکار کنیم؟ برسیسای عابد گفت بذاریدش ته صف رو خاکا منتظر بشینه تا نوبتش بشه. گفتن ما چیکار بکنیم؟ برسیسا جواب داد من نمیدونم، اگر میخواید مریضتون رو بذارید تو صف، خودتون برید فردا کله سحر بیاد. برادرها اومدن خواهرشون رو گذاشتن ته صف و رفتن. برسیسای عابدم سر صبح پا شد، یکی یکی دعا کرد، اون کسی که کور بود چشاش شفا پیدا کرد رفت، یه دعا دیگه کرد، اون کسی که کر بود گوشهاش شفا پیدا کرد و رفت، دونه دونه دعا کرد تا رسید به آخرین نفر، دختر پادشاه. برسیسای عابد دست به دعا بلند کرد، هنوز دستش به زمین نرسیده، خواهر دیوونه اینها هم شفا پیدا کرد. اما اومد که دختر از صومعه برسیسا خارج بشه، شیطون رفت تو جلد برسیسای عابد. تا اینجا ویدیو چطور بود؟ اگر دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک بکنید تا یوتیوب افراد بیشتری نشون بده. اگر از این سبک محتوام خوشتون میاد، حتماً کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش هم بزنید و با ما همراه باشید. آهای برسیسا، دختره به این خوبی و قشنگی و زیبایی که دیوونه بوده تو خوبش کردی، میخوای بذاری راحت از دستت بره؟ یه عمر برای مردم کار کردی، یه قرون پول نگرفتی. اشکالی نداره یه بار ازشون استفاده بکنی. این پیرمرد پیشونی پینه بسته قد خمیده ریش سفید نتونست به هوای نفس خودش غلبه بکنه و شیطون رو شکست بده. شیطون هم یه قلاده انداخت گردن برسیسای عابد، اونو کشید. برسیسا اومد دست دختر جوون رو گرفت، گفت بیا داخل صومعه کارت دارم. به زور با این دختر جوون مرتکب زنا شد. آتیش شهوت این پیرمرد که خاموش شد، دو دستی زد تو سر خودش، گفت برسیسا تو مرتکب زنا شدی؟ 60-70 سال خدا رو عبادت کردی، یه نخود آبرو جمع کردی، حالا همه اینها رو به باد دادی؟ دیگه فکر میکنی خدا دعاتو مستجاب میکنه؟ میدونی چه آبروی ازت میره اگه فردا مردم مریضاشونو بیارن و تو دیگه نتونی مریضاشونو شفا بدی؟ گفت حالا آبروی رفته یه طرف، اگه این دختر فردا بره پیش پدرش بگه برسیسای عابد با من زنا کرده، که منو تیکه تیکه میکنن. شیطون اومد دوباره تو جلد برسیسا، گفت برسیسا صداشو در نیار، دختر رو بکش. شیطون این عابد مستجاب و دعوه رو هم تو دام زنا انداخت، هم تو دام قتل. دختر بیگناه رو کشت، یه گودالی تو صومعهش کند، دختر شاه رو انداخت تو این گودال و خاک روش ریخت،
یه پوست گوسفندی هم داشت انداخ رو این خاکای دست خورده. یه وقت برادرها اومدن آقای برسیسا خواهرمون کجاست؟ برسیسا گفت من نمیدونم، گفته بودید دعا بکنم. منم دعا کردم، خواهرتون شفا پیدا کرد و رفت. این برادرای از همه جا بی خبر برای تشکر اومدن دست برسیسا رو بوسیدن. وقتی از صومعه خارج شدن که برن دنبال خواهرشون، یه وقت همون شیطون نامردی که برسیسا رو وسوسه کرده بود به شکل یک جوونی ظاهر شد. تو روایات هم داریم که شیطون میتونه به شکل‌های مختلفی در بیاد. اومد جلوی برادرها گفتش کجا دارید میرید؟ برادرها گفتن خواهرمون شفا پیدا کرده، داریم میریم دنبالش. شیطون جواب داد نمیدونید، همون برسیسایی که الان دستشو بوسیدید با خواهرتون زنا کرده و اونو کشته. برادرها جا خوردن، چی میگی آی مرد؟ میفهمی چه حرفی داری میزنی؟ این شیطون که تو قالب یه جوان رفته بود گفت من حاضرم براتون ثابت بکنم، اگر نتونستم شما منو بکشید. همراه برادرها حرکت کردن سمت صومعه برسیسای عابد. یه وقت برسیسا دید اون دوتا داداش برگشتن، یه جوونی هم همراهشون اومده. اومد این جوون بالا سر برسیسا وایستاد، گفت بلند شو. دست برسیسا رو گرفت انداختش اون بر. این پوست گوسفند رو هم بلند کرد، خاکا رو با دستاش کنار زد، دست دختر پادشاه پیدا شد. دست دختر رو گرفت از قبر کشید بیرون. برادرها تو سر خودشون زدن، با گریه و ناله رفتن پیش پادشاه. همین که این قضیه رو برای پادشاه تعریف کردن که برسیسای عابد پیرمرد 70 ساله پیشونی پینه بسته با خواهر ما زنا کرده، پادشاه عصبانی شد، دستور داد برید صومعه برسیسا رو با خاک یکسان بکنید. همون صومعه ای که مردم می اومدن آجراش رو بوسه می زدن به خاطر اطاعت از خدا، حالا با خاک یکسانش کردن به خاطر اطاعت از شیطان. شاه دستور داد برسیسا رو گرفتن، قلاده به گردنش بستن، تو شهر برسیسا رو گردوندن. به جارچیا هم دستور داد هر کسی که میخواد یک عابد زناکار ببینه بیاد میدون شهر. این برسیسای عابد پیرمرد 70 ساله رو گرفتن، از سینش یه تنابی بستن، مثل اعدامهای قدیم اعدام کردن، کشیدن بالا. همونایی که شاید دیروز پریروز به دست برسیسا شفا پیدا کرده بودن، حالا اومدن پای دار برسیسا وایستادن، دارن نگاهش میکنن. همونایی که دست برسیسا رو میبوسیدن، حالا دارن برسیسا رو دار میبینن. شیطون دوباره ظاهر شد کنار این پیرمرد 70 ساله. بهش گفت برسیسا، من بودم که تو رو به این وضعیت انداختم، فقط من میتونم تو رو نجاتت بدم. برسیسا گفت من چیکار کنم تو این وضعیت؟ شیطون گفت یه راه داری، اگه به من شیطون سجده بکنی و دینتو کنار بذاری من نجاتت میدم. برسیسا گفت من به دار آویزون شدم، چطور میتونم به تو سجده بکنم؟ شیطون گفت با یه اشاره یه چشم هم کافیه. اونجا برسیسای عابد یه اشاره با چشمش کرد و همه ایمان خودش رو فروخت. شیطون هم وقتی که دید برسیسا ایمانش رو از دست داده، بهش جواب داد تو دینتو دادی، منم دیگه با تو کاری ندارم. قرآن هم تو اشاره به این داستان برسیسای عابد میگه که مثل شیطان از قال للانسان اکفر. شیطان به برسیسای عابد گفت کفر بورز. فلما کفر قال انی بری اون منک. وقتی که برسیسا کافر شد و اون تهمونده دینش رو هم داد، شیطان گفت من از تو بیزارم و با تو کاری ندارم. یه نکته ای که این داستان داره که ما باید خیلی بهش توجه بکنیم اینه که برسیسای عابد یه زنا کرد، یه گناه انجام داد، به این خاری و ذلت افتاد. ما چقدر گناه کردیم، خدا آبرومونو حفظ کرد. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. یه دونه یا ستار العیوب کامنت بکنید و حتما ویدیو رو لایک بکنید تا یوتیوب افراد بیشتری نشون بده. اگرم دوست دارید داستان بلعم باورا، اون عابد و عالمی که مستجاب الدعوه بود اما خودش به جهنم میره ولی خرش به بهشت رو ببینید، این ویدیو رو از دست ندید. یا علی مدد.